سلام خدمت دانشجویان عزیز، جلسه 18 هم است. برنامه نویسی کامپیوتر رو در خدمت هستیم. این جلسه وارد فصل 3 برنامه نویسی تو مطلب میشیم. خب تمام اون مدام چینی هایی که ما جلسات قبل انجام دادیم دقیقا برای این مورد بوده. ببینید، ما به خاطری که بتونیم خوب مسلط بشیم به در واقع برنامه نویسی داخل مطلب، این نکاتی که مخصوص این جلسه عرض میکنم خدمتتون خیلی خیلی دقت کنید. خب حالا اول ببینیم از مطلب از کجا اومده. ببین این لغت مطلب مخفف دوتا کلمه است، ماتریس و لابراتورا یا لابراتوری. پس یه جوری انگار که لابراتوار ماتریس سر و کار داره. این لغت خیلی اساسیه، لغت ماتریس. واقعیتش اینه که تمام بیس مطلب بر پایه ماتریس ها کار میکنه. حتی اعداد اسکالر هم میاد یه ماتریس یک در یک میگیره که دیگه خیال همه رو راحت کنه. بنابراین هر چقدر تسلطمون روی ماتریس ها بیشتر باشه، کار کردن با این نرم افزار راحت تر خواهد بود. خب اولین نکته ای که در واقع اساسی هست که یاد بگیره اینه که دیتایی که ما داخل ماتریس ها ذخیره میکنیم، اینا دیتاهای چی هم پیوسته ای نیستن. چرا؟ مثلا میگم شما وقتی میخوای بیای یه منحنی، مثلا الان امروز میخوام بیام مثلا یه منحنی میخوایم با هم رسم کنیم، ایگرگ مثلا، حالا مثلا مساوی با سینوس ایکس و اینا، این دیتا هایی که میخوایم رسم بکنیم اینو شاید به صورت پیوسته به شما انگار که به حالت انگار پیوسته به شما نمایش داده بشه، نمودار، ولی واقعیت اینه که از یه سری از نقاط تشکیل شده. خب حالا من به خاطر که بهتر بتونیم با محیط برنامه آشنا بشیم میریم رو محیطش، من یه سری توضیحات اونجا میدم، بعد هر دستوری هم که لازم بود میام اینجا برای شما مینویسم. خب برای ران کردن برنامه کافیه که از تو محیطی که شما دارین این شکل این حالتی که داره رو میتونین روش کلیک بکنین. البته ورژنی که من کار میکنم یه مقداری قدیمی تره، به دلیل که یه سری از کدهایی که نوشتم روی این کار میکنه. البته شما این چیزی که دارم میگم کاملا عمومیه و روی ورژن جدیدتر و حتی قبلی تر هم اگر داشته باشین بدون هیچ مشکلی تا 99 و 99 دهم درصد بدون مشکل کار خواهد کرد. خب ببینید یه محیطی اینجا ما داریم، محیط بر مطلب که شما رام میکنی یه سری پنجره داره که یکی یکی خدمتتون توضیح میدم. اولین چیزی که میبینی قسمت کامن ویندوه که شما کامل میبینینش. اینجا ما میتونیم یه سری چیزا بنویسیم، مثلا مثل ماشین حساب میتونیم ازش استفاده کنیم، یک به اضافه دو مثلا سه، مثلا سه به اضافه مثلا هشت، مثلا یازده. اینجا میتونین اینا رو بنویسی. من به خاطری که حالا اولین چیزی که میخوام بهتون یاد بدم اینه که من اولین فونت ها رو جوری تنظیم بکنم که شما خوب بتونین ببینین، چون احساس میکنم که فونت ها ریزه. یه مقداری من فونت هاشو درشت میکنم. کاری که انجام دادم میام تو فایل، میام تو قسمت پری رفرنس اینجا و تو قسمت فونت. البته میگم اون مطلبایی که الان ورژن های بالاتریه یک اختلافات خیلی کوچیکی داره، با یکم گشتن توی چیا میتونه پیدا کنه. اگر هم لازم شد که من حالا روی یکیش یه سری توضیحات باز میدم براتون. من الان این فونت این دهه میذارمش 18، حالا با خاطری که راحت ترم دیده بشه بولدش میکنم. ببینید قشن تغییر فونت شما اینجا میبینید. خب من اوکی میکنم. این الان احساس میکنم که فیلم برداری هم میشه، بهتر میشه نمایش داد. پس این کامنده که اینجا میبینین خیلی ساده میتونیم به عنوان ماشین حساب ازش چیکار کنین، استفاده کنین. مثلا تمام توابعی که تمام خیلی توابع اینجا شناخته شده است، حالا میریم جلوتر میبینیم. مثلا شما میزنین توابع مثلا سینوس مثلا یک، البته مقادیری که میشناسه به صورت چی میشناسه، به صورت این الان رادیانه. حالا اگه بخواید بر حسب درجه بزنیم، مثلا میزنین سینوس دی، اون یه دی میذاری اینجا بر حسب درجه حساب میکنه. اینا رو خیلی کار میکنیم، ما فقط دارم محیط راجبش صحبت میکنم.
پس یه قسمت داریم کامن ویندو که اینجا کار میشه، یه قسمت داریم ورک اسپیس که پارامترهایی که تعریف میکنیم شما اینجا میبینید. قسمت بعدی قسمت کامن هیستوریه که شما من دستوراتی که اینجا زدم به عنوان هیستوری داخلش موند. عرض به خدمت شما این ورم که در واقع پوشه‌ایه که شما دارین کار میکنین، حالا پوشه‌ایه که در واقع برنامه ران هست که حالا نحوه تغییر دادنش هم میبینیم و با هم کار خواهیم کرد. خب ببینین اولین چیزی که ما تو برنامه نویسی برنامه همون شروع میشد چی بود؟ خواهش میکنم اینا رو همین جوری یاد بگیرین، طور دیگه ای سعی نکنین که یاد بگیرین. من خیلی همیشه دوست دارم کسایی که میان کار میکنن قبلا اصلا مطلب کار نکرده باشه، که متاسفانه سر پایه‌های فکری اشتباه تو ذهنشون شک میگیره، اونا رو حذف کردنش خیلی کار سختیه. ولی اگر کسی کار نکرده باشه به نظر من الان ما اینجا خیلی راحت تریم. ببینین ما تو برنامه نویسی اولین چیزی که شروع میکردیم چی بود؟ شروع بود دیگه، درسته؟ ما میامدیم برنامه رو چیکار میکردیم؟ شروع میکردیم. برای شروع داخل مطلب، همین شروعی که اونجا ما داشتیم، اینجوری من بنویسم شاید راحت ترم باشه. ما برای شروع به صورت کلی سه تا دستور رو پشت سر هم باید وارد کنیم که حالا تک تک اینا رو هم بهتون میگم. یکی CLCه، یکی کلیره، یکی هم در واقع کلوزه. حتی ما اینجا دیگه میتونیم کلوز، حال قبلا کلیر اول میزدن، حالا الان دیگه سر ورژن همونو میپذیره. CLC رو می نویسم به چه دردی میخوره؟ پاک کردن کلیه صفحه کامند. بعد از اینم با CM نمایش میدم. منظور من کامند اینه، اینجا کامند ویندو، کامند ویندو. من دیگه می نویسم CM. کلیر آل پاک کردن کلیه پارامترهاست یا متغیرها در ورک اسپیس. در ورک اسپیس کجا؟ اینجا. هرچی اینجا تعریف کرده باشی پارامتر کلا پاک میشه. کلوز آل بستن کلیه شکل‌های ترسیم شده. اینو شاید الان خیلی خوب متوجه نشین ولی در ادامه مثال براتون حل کنم کامل مطلب جا میفته. پس حالا اینا رو یکی با هم امتحان کنیم بچه ها. نگاه کنین من اینجا میام میزنم CLC، کل صفحه پاک میشه. کل این کامندی که من اینجا نوشتم چی شد؟ پاک شد. حالا باز میتونیم بنویسیم متغیر دیگه. اولین چیزی که باید یاد بگیریم، ببینیم ما مثلا میخوایم بگیم که متغیر آ دو رو بده به آ، میگیم آ مساوی است با دو، آ مساوی است با دو. بچه حواستون باشه این مساویه، این علامت مساوی تو مطلب، ببین این علامت مساوی تو مطلب، مثلا وقتی شما میزنی آ مساوی است با دو، این تو یعنی آمدی این کارو کردی، دو رو دادی به آ. اجازه بده من اینو پاک کنم که با این قاطی نکنه. این علامت بچه ها چیه؟ این علامت معادل بودنه. یعنی اللحاظ تو مطلب ما اینو می نویسیم، ما تو مطلب توی ببخشید برنامه نویسی، ما در برنامه نویسی اینو منظور، ولی تو مطلب اینجوری می نویسیم. حالا ممکنه که بگه اگه مساوی چجوری؟ برای مساوی دو تا میذارن که معمولا توی شرط ها استفاده میشه. میخوام میدیم این با این مساوی هست یا نه، دو تا علامت مساوی پشت سر هم قرار میدم. پس تو برنامه نویسی ما اینو اینجوری مینویسیم، توی مطلب اینجوری. اجازه من اینو یکم مرتب بکنم چون حالا خیلی کار داریم با اینا. خب اینا شروع هم که به این شکل بود دیگه. ما شروعمون، شروعی که تو مطلب این ستا رو می نویسیم، حالا صحبت میکنیم یکم بریم جلوتر. خب پس من میگم آ مساوی با دو اینتر. دقت کنیم وقتی میزنی آ مساوی با دو اینتر، یه چند تا اتفاق افتاد. اول اتفاقی که میفته اینه که اینجا اینو می نویسه، آ مساوی با دو رو می نویسه. نکته بعد اینه که اینجا پارامتری پیدا کردی تو ورک اسپیس یا یک متغیر اینجا تعریف شد به صورت خودکار که آ رو مقدارش رو ولیو زده دو. این انسری هم که میبینی آخرین جوابی که حساب محاسبه‌ای که انجام میشه رو میزنه، اون زیاد اهمیتی به اون شکل نداره. توی کامن هیستوریت هم آموساویس با دو رو دیدی. خب حالا میام یه متغیر دیگه تعریف میکنم، بی مساویس با سه. دوباره میبینی آ اونجا دوه، بی اینجا سه. خب حالا میام این کارو میکنم، میگم آقا سی برابر با آ ضرب داره بی.
سی مساوی با آ ضرب در بی، عملیات های چهار تا در واقع عملیات های اصلی و خیلی ساده شما تو کامل میتونین انجام بدین. حالا آ شده دو، بی شده سه، سی شد آ ضرب در بی، مقدارش رو حساب کرد که 6 و داخل این ریخت. درست شد؟ حالا ببینیم اولین نکته، من اگه بیام بزنم مثلا دی برابر با ده، خب نوشت دی مساوی با ده، یعنی شما اینجا تو کامندم میبینیم، ولی اگر بیام یه جور مثلا بذارم اف مساوی با ده، این دفعه یه دونه سمیکالون من اینجا بذارم و اینتر نقطه ویرگول هم میگن، حالا من دیگه میگم سمیکالون. ببینین این تفاوتی که این با این داشت این بود که این دیگه مقدار اف رو نگفت دهه، خب یعنی وقتی شما سمیکالون میذاری دیگه ده رو میریزه داخل اف بدون اینکه نمایش بده. اینجا اگه دقت کنیم اف شده ده ها، ولی دیگه تو خط بعدی دیگه نمایش نداد، ولی دینو نمایش داد. حالا میریم میبینیم تو حلقه ها چقدر این به درد ما میخوره، چون وقتی شما اینو اضافه نکنی این هی نمایش میده و ما خیلی وقت اصلا دوست داریم محاسبات اصلا نمایش داده نشه، بلکه اون داخل انجام بشه بدون اینکه نمایش داده بشه و روال برنامه رو کند کنه. پس من اینم اینجا می نویسم. پس سمیکالن برای عدم نمایش متغیر در کامن ویندو استفاده می شود. مثال هم اینجا می زنم، آ مساوی با دو با آ مساوی با دو با نقطه ویرگول. در این حالت مثلا در این حالت جلوش می نویسم، در این حالت دو به آ در واقع داده می شود و در کامند نمایش داده می شود. خب اینجا در این حالت دو به دو آ داده می شود و در کامند نمایش داده نمی شود. تنها تفاوت این در اینجاست. خب حالا نگاه کنین، من دوباره دوست دارم اینو مثلا پاکش کنم، این صفحه رو دوباره میذارم سی ال سی اینتر. ببینید صفحه پاک شد، ولی دقت کنید ورک اسپیس من سر جاشه. خب حالا ممکنه سوال پیش بیاد اگه من بخوام اینا رو پاک کنم چی کار کنم؟ چی داشتیم؟ کلیر اول، پاک کردن کلی پارامترها در دبلیو اس در ورک اسپیس. البته من میتونم تک تک پاک کنم، مثلا میتونم بزنم کلیر ایکس. خب اگه بزنم کلیر ایکس یا مثلا کلیر ای کلیر بی که قبلا تعریف شده فقط اونو پاک میکنه، ولی اگه بخوام همه رو پاک کنم میزنم کلیر اول. پس اینجا من میزنم که حالا ببینی الان اینجا مثلا اف مقدارش دهه، میزنم کلیر اف، کلیر اف، اف رو که میزنم ظاهرا اتفاق نیفتاده، ولی اف از ورک اسپیس ما کامل پاک شده. این نکته اول. حالا اگر چند تا بخوام پاک کنم، کلیر ای بی میذارم کلیر ای و بی و از چی اینو من پاکش میکنم. اگرم میخوام همه رو پاک کنم میذارم کلیر اول و کل ورک اسپیسی که داشتم پاک کردم. پس این نکته ای که الان پس دوتا دستور اصلی یاد گرفت، یکی سی ال سی یکی کلیر اول. اینو ما چرا تو شروع برنامه میذاریم؟ ببینین حالا میریم تو در واقع اصول نوشتن کد رو من اونجا توضیح بدم بهتون میگم. شما وقتی اینو اونجا مینویسین در واقع اگر پارامتر قبلا باشه ممکنه بیا رو برنامه شما اثر بذاره. مثلا اینجا شما آ رو دادی دو، بعد اومدی داخل برنامه از آ استفاده کردی، اون ناخودآگاه مقدار میگیره و برنامه ما رو ممکنه دچار ایراد بکنه. به همین خاطر تو شروع CLC clear all close all همیشه بزن. close all برنامه قبلی که شکلی که قبلا رسم شده رو میبنده، خیلی ساده. پس این بحث اولی بود که انجام دادیم. مهمترین قسمتی که ما اینجا داریم اینه که ما بیایم این کامن ویندوی که اینجا می نویسیم، احتمالا خودتون متوجه شدین یه سری ایراده داره. مثلا شما اونجا اومدی یه سری دستورا نوشتی، گفتی آ دو مثلا بی سه سی برابر با که اینجا الان داریتش، آ دو بی سه تو کامن هیستوری داری، سی برابر با آ ضرب در بیه و الی آخر، اومدی اینا رو اینجا نوشتی و ران کردی و تموم شد. یا
یعنی اگه دوباره بخوای اینا رو استفاده کنی، دو تا راه داری، یا بیا بنویسی از اول، یا بیا اینجوری کلیک کنی، ببین مثلا دو حتی دابل کلیک، مثلا بذارم آ مساوی با دو یا بی مساوی با سه، دوباره داره مقدار دهی میشه، حواستون باشه، ورک اسپیس داره مقدار میگیره، اف مساوی با ده، یا با اینکه در واقع با این علامت های بالا پایین صفحه کلید میتونی اینو بالا رو که بزنی تمام دستور قبلی ها رو میتونی ببینی. پس من اگه بخوام اینجا برای شما یه توضیح بدم، پس این علامت ها رو اینجوری میکشم دیگه، حالا اینجوری این رو با رنگ آبی بذاریم، خب برای بگیم مرور کردن دستورات در کامند ویندو، یا در سی ام، برای مرور کردن دستورات در کامند ویندو استفاده می شود. خب اون این علامت ها منظور هم علامت بالا پایینه، حالا بازی کردین احتمالا تو بازی ها هست زیاد استفاده میشه، این چهار جهت هستی بالا پایینش برای این کار استفاده میشه. خب آمدم دستور قبلی تگ، چیزی که احتمالا الان متوجه شدین اینه که این خیلی زیاد جالب نیست که من هر بار بیام اینجا اینو کلیک کنم، ما خیلی وقتا دوست داریم اینا رو که یه بار بنویسیم و هر چند بار دوست داشتیم استفاده کنیم. واقعیت مسئله اینه که کامن ویندو برای نوشتن دستورات اصلا مناسب نیست، بلکه بیشتر برای دیدن نتایج و ران کردن برنامه های مختلف به کار ما میاد. پس ما بیایم این کارو بکنیم که اینا رو بیایم داخل یه فایلی می نویسیم، اون فایل رو ران میکنیم که به اون میگن ام فایل. پس اینجا بنویسم، پس ام فایل ها حالا جلسات اول سعی میکنم دارم اینجا بنویسم، ولی رفته رفته دیگه خودتون میتونی نکاتی که هست و یادداشت برداری بکن. پس ام فایل برای نوشتن، برای نوشتن دستورات در یک فایل استفاده می شود. حالا چرا بهش میگن ام فایل؟ به دلیل اینکه کدهای در واقع فایلایی که مطلب را میشه یکی از بهترینشون و ساده ترینشون هم با پسوند ام، یعنی مثلا شما هر اسمی که دارین اسمش من اونو میذارم متغیر ستاره نقطه ام. تو اتوکد یادتونه دستوراتتون پسوندش با دی دبلیو جی بود، اینجا دستور اینجا پسونده با امه، یا مثلا تو ورد ما داک داریم، دی او سی داریم، یا توی مثلا پاورپوینت پی پی تی داریم، یا توی فایل های صوتی مثلا ام پی تی ری داریم، اینم چنین چیزیه. پس فایل ها با پسوندی مثل ام چی میشن؟ ذخیره میشن. برای ایجادشون خیلی راحت، میای تو فایل یا اصلا اینجا میتونی بزنی و نوشته نیو اسکریپت کنترل ان، چند تا دستور روش داره. پس برای ایجادش، برای ایجادش کنترل ان، کنترل ان رو میتونی بزنی، یا بری توی در واقع فایل، ببین اینجا، اینجا فایل نیو اسکریپ، اسکریپ به در واقع به خود کد نویسی هم اسکریپت گفته میشه، یعنی به خود برنامه نویسی کد نویسی به اسکریپت هم گفته میشه. خب فایل کجا، فایل نیو اسکریپت، اسکریپت اگر جای دیدی یعنی همون دستور، برنامه نویسی دستور. خب حالا من خودم کنترل N رو میزنم، یه صفحه اینجوری باز میشه. خب یه صفحه اینجوری باز میشه، نکاتی که میگم و اینجا دیگه خیلی دقت کنی. ببین من چیزایی که اونجا نوشتم اونجا میتونم بیام اجرا کنم، منتها اولین چیزی که انجام میدین تو برنامه نویسی اینه که توضیح بدینی اصلا چیه اینی که میخوای بنویسی، چی منظورم چیه. مثلا ما باید کامنت بذاریم روی دستوراتمون، ما روی اسکریپ ها و کد هایی که می نویسیم کامنت میذاریم. اولین کاری هم که میکنی قبل از اینکه هیچ کاری بکنی اینه که اسکریپت رو چیکار کنی؟ سیف کنی. حالا
برای سیف کردنش میتونی این دکمه سبز رو بزنی که سیو بشه و رام بشه. میتونی اینجا بیای در واقع سیو کنی، حالا یا سیو اس کنی، حالا هرچی. من اینو میزنم، از من آدرس میپرسه. دقت کنید بچه، ام فایلی که گفتم اینجا شما پسوندش رو میبینید. خب من میرم توی پوشه ای که قبلا آماده کردم، چون جلسه 18 هممونم هست. بچه بعد از این من فرمت ها رو دیگه دقیقا با این میذارم که شما راحت بتونیم پیدا کنیم. فرمت هامون اینجوریه، اس رو میزنیم به عنوان جلسه. الان جلسه 18 همه. حتی خب شاید الان بهتر بود با یک شروع میکردیم، ولی خب چون میخوام یه موقع ام فایل رو دیدید که بدونیم مال کدوم جلسه است، راحت تر بتونیم پیدا کنیم، با همین فرمت میذاریم که پیدا کردنش هم راحت تر باشه. پس میذارم اس 18. اس در واقع برنامه هم که میذاریم با پی 01. این یعنی اولین جلسه، اولین کد جلسه 18 هم سیف. دقت کنید این گزینه میاد که خیلی مهمه، حواستون هم باشه. گفته که اون پوشهه بود، میگه بیارمش تو چنج فولدرش کنم، میگم بله شما چنج فولدرش کن. پس توی S18 من یه دونه S18P01 امفایل اینجا نوشتم. اینجا رو هم بیاین نگاه کنین ببینین این کارنت فولدرمون دیگه شد. این قبلی دیدی چقدر شلوغ بود، مال در واقع سورس اول مطلب بود که میومد بالا. دیگه ما وقتی برنامه رو رام میکنیم میاد اینجا و حالا مطلبم اینو دیگه میشناسه و شما میتونید داخلش دستوراتی که لازمه بنویسید. خب من همین دستورات ابتدایی که میخوام بنویسم. پس اولین از نکاتی که اینجا بود اینه که ما اینجا نوشتیم این بود که فرمتمونو اینجا مینویسم. پس اسمشو میذارم SIPJ. این حالت در واقع نکته ایه که برای شما داشته باشیم. پس آی ما شد شماره جلسه، جی شد شماره در واقع کد، شماره کد یا شماره ام فایل. بگیم شماره کد چون ما توی جلسه ممکنه کلی کد های مختلف بنویسیم. خب اولین کاری که میکنیم، اولین کار بچه، اولین کار نوشتن کامنت. یعنی چی؟ باید توضیح بده که این چیه. پس من میگم هر چی دوست داریم میتونی بنویسی، اصلا فارسی میتونی بنویسی، فینگلیش میتونی بنویسی. حالا من مینویسم که در واقع اولین کدمه که توی مطلب میخوام بنویسم. خب مینویسم مطلب کورس، حالا یه شماره هم براش در نظر بگیریم، 01 میذارم که اولین جلسه مطلبمونه. خب فعلا همین کافیه. خب ببینین این الان رنگش رو نگاه کنین، رنگش به یه شکلیه که اینو مطلب به عنوان دستور داره میشناسه و نمیشناسش هم، یعنی اینو که نمیشناسه یعنی برای من ناشناخته. پس اولین کار اینه که ما اینو بکنیمش کامنت. برای کامنت میتونی کنترل آر بزنی، کنترل آر برای کامنت، کنترل نگه میدار آر رو میزنی، این خط به صورت کامنت در میاد، به رنگ سبز در میاد. وقتی به رنگ سبز در میاد یعنی اصلا اینو دیگه مطلب فقط برای توضیح می نویسه. بچه این خوبی اینا چیه؟ بعدن که بیاین مثلا نگاه کنی میفهمین که این جلسه اولمون بوده. یه توضیحی راجع به برنامه است. یه کامنت تمام چیا دارن؟ تمام زبان‌های برنامه نویسی معمولا دارن. حالا اینجا میاد یه علامت، میبینی علامت در واقع درصدی میذاره اینجا، اینو میکنه کامنت. خب به دو روش میتونیم ببین، مثلا میتونی بیا اول دستور اینو بذاری، درست اینو بذاری بشه کامنت، ولی راحت تر اینه که کنترل آر رو بزنی. کنترل آر، کنترل آر رو که بزنی در واقع تبدیل به کامنت میشه. حالا ممکنه که من کنترل آر میزنم میشه کامنت، کنترل تی که همون کنارشه بزنی حالت کامنت میاره بیرون. بنابراین من میگم مطلب کورس، حالا دانشگاه خودمون هم هست اشوتی، فعلا همینو ما داشته باشیم. خب میرم خط بعدی. خط بعدی مثل شروع هر فلوچارتی و الگوریتمی حتما این ستا رو می نویسی، CLC Enter Clear All Enter Close. حالا اطلاع کلوز آلی شاید اینجا نیاز نباشه، ولی من دیگه نوشتمش. خب این شروع برنامه مونه. معمولا با این علامت های درصدی که گفتم شما میتونی خطایی رو اضافه بکنید به برنامه مون.
من حالا به خاطری که در واقع بهتر باشه برنامه‌مون، این همدان یونیورسیتی آف تکنولوژی هم اینجا نوشتمش، آوردم اضافه کنم به برنامه‌مون، که حالا چون معمولا کسایی که می نویسن کودا رو میان خیلی دقیق همه اینا رو اضافه میکنن، خیلی هم کار خوبیه از این نظر که معلومه که این کد نوی، حالا شاید خیلی به ظاهر کد خیلی پیش پا افتاده ای بخوایم بنویسیم برای جلسه اول، ولی رفته رفته میبینیم که مکانیکال انجینیرینگ دپارتمنت، رفته رفته میبینیم که چقدر چیزی که داریم مینویسیم میتونه اساسی باشه. خب این معمولا اینا رو ما جدا میکنیم. خب حالا اون دستوراتی که دوست داشتیم ببین، مثلا میسم آ مساوی با دو، خب حالا یکیشو سمیکالون نمیذارم، یکیشو میذارم بی مساوی با سه، این دفعه سمیکالون میذارم، سی برابر با آ ضرب در بی. ببین فرقی که اینجا با اونجا داره اینه که شما اونجا تو کامل به محضی که برنامه رو ران میکردید، ببخشید، به محضی که مینوشتی آ مساوی با دو و اینتر میزدی ران میشد برنامه، خب ولی اینجا تا شما ران نکنیم برنامه ران نمیشه. یه علامت ستاره همی بالا هست، یه علامت ستاره در واقع نشون میده که ما در واقع این برنامه هنوز ران نشده، یعنی یه سری ادیتا روش انجام شده ولی ران نشد. خب من رانو ران میکنم. برای ران کردن برنامه میتونین روی این کلیک کنین، میتونین F5 رو بزنین. F5 تو تمام چیا تقریبا همین کار رو برای من انجام میده. ببینین من اونجا برنامه رو ران کردم، اینجا تغییرات رو ببین، آ رو داد دو، قشنگ دقت کنید، آ رو داد دو، بی رو داده سه ولی نمایش نداده، از کجا میدونم که داده بی و سه؟ اینجا رو نگاه کن، بی سه، سی هم شده ضرب دوتاش. حالا چون من اینجا سمیکالون نذاشته بودم، اینجا اگر سمیکالون بذاری همه رو سمیکالون بذار. ببین وقتی برنامه رو ران میکنی اصلا هیچی نمیبینی تو کامنت، ولی اینجا ببین آ شده دو، بی شده سه و اون محاسباتی هم که لازم بوده پشت سرش انجام شده. خب بریم سراغ، مثلا فرض کنیم من یه محاسبه دیگه هم روی این انجام داده بودم، آ به اضافه بی مثلا، و دوباره ران کنم. همیشه سعی کنین برنامه هایی که می نویسین حتما داخل انفایل باشه. خوبیش چی؟ الان خیلی راحت میتونه به این، الان من دسترسی خیلی راحت، دسترسی من به این خیلی خیلی راحته، میتونم ادیتش کنم دیگه، مثل اون هیستوریه نیست دوباره بیام همه رو از اول بنویسم. پس من همه رو تونستم در واقع به این شکلی که میبینیم بنویسم. خب پس اون دستورات کامند و اینا رو من اینجا بنویسم، در واقع شد ایجاد کامند، ایجاد کامندمون شد کنترل، اجازه بدین اینو با رنگ ایجاد کامنتمون شو کنترل به اضافه آر یا در واقع نوشتن این علامت دستور در اول خط. برای این میشه ایجادش، برای حذفش می نویسیم کنترل به اضافه تی یا حذف کردن این از اول خط. اینو مرتبش کنم. خب پس این شد ایجاد، این شد حذف کامنت. خب بچه ها ببینید الان برای جلسه اول، حالا شاید احساس کنین که خیلی کم بوده، ولی واقعیت اینه که اینا رو باید ببین، اینا رو باید همه رو خودتون انجام بدین. من اینا رو برای شما قرار میدم، به من جلسه اول برای شما قرار میدم، ولی زحمت بکشین بشین برای خودتون بنویسین، تک تک این خطا رو بنویسین، ران کنین، حتی کوچکترین دستور اگه میخواین یاد بگیرین. اگه که ببین الان خیلی فرق میکنه با تمام چیزایی که تا الان یاد گرفتین، البته خیلی شبیه همون در واقع درس مثل نقشه کشی، یعنی باید انجام بدین. این الان دیگه شما وارد مهارت شدین، اگه میخواین مهارت کسب کنین تک تک اینا رو بنویسین،
با اینا انواع مختلفش رو بذارین، شکل پارامترهای مختلف تعریف کنین، ران کنین، دستورات مختلف اجرا کنین و تغییرات رو ببینین. من انشاءالله جلسه بعد حالا یه مقداری دستورات بیشتری با هم کار میکنیم. خب برای این جلسه خسته نباشید.